مهمترین امتحان الهی الان از ما چیه؟ صدقه دادن، کار خیر انجام دادن، مطالبه گری و افشاگری، مراقبت کردن از رفتار مسئولان که مبادا خطا بکنن، جان دادن در راه خدا. خب خیلی دستورات متعددی ممکنه الان توی جامعه مطرح باشه که واقعا هر کدومشون هم مفیدن، لازمن، ولی واقعا بین همینها یا از اینها بیرون چه مسئله ایست که مسئله اصلی امروز جامعه ماست و جامعه ما باید در اون جهت رشد کنه و اتفاقا نقص جدی داره. مهمترین امتحان الهی الان از ما چیه؟ ما در امتحان زندگی جمعی به ویژه در عرصه اقتصادی هستیم. ما در معرض امتحان تولید ثروت به صورت گروهی و متعاونانه و اساساً رونق تولید هستیم. ما در عرصه‌ای هستیم که بیشترین امتحانی که از ما الان داره گرفته میشه این است که دولت و ملت فرقی نمی‌کنه، چقدر بتوانند این حکمرانی را به صورتی مردمی و مردم سالار به معنای حقیقی کلمه در بیارند. ما الان در زمانی هستیم که مرز درگیریمون در اقتصادی، جهاد امروز جهاد اقتصادی. خب در اقتصاد میخواییم به کجا برسیم؟ به اقتصاد مقاومتی. یکی از عوامل تعیین کننده تکلیف یا موقعیت امتحان چیه؟ رهبر جامعه است، درسته؟ ولایت اصلا شأنش همینه که بگه الان وقت چیه. بعد در اقتصاد مقاومتی مهمترین رکن انصافا مردمی شدن این اقتصاده. مردمی شدن یعنی نه دولتی بودن، یعنی دولتی بودن باید کاهش پیدا کنه. بعد مردمی بخواد بشه اقتصاد، یا باید بریم به سمت نظام‌های سرمایه‌داری غرب. مردم یعنی بخش خصوصی، بخش خصوصی یعنی به دست ثروتمندا، فقرا دوباره سر جای خودشون میمونن و بعد به اونا صدقه بدن ثروتمندا، نگاهی که خیلی‌ها داشتن تا حالا. اگر بخواد مردمی به معنای واقعی کلمه بشه، مردم باید دور هم دیگه جمع بشن، بلد بشن با هم کار اقتصادی بکنن. حالا این امتحان همه است، فکر میکنم هیئت‌ها با هم دیگه جمع بشن، تعاونی تشکیل بدن، کار اقتصادی بکنن. آقا رفاقت هیئتی ها به هم میخوره، بحث پول به میون میاد. وقتی رفاقت به هم نخورد، بحث پول به میون اومد، درسته؟ اینجا امتحان ایمانه. مسجدی ها با هم دیگه جمع بشن، یه تعاونی را بندازن، 10 تا تعاونی را بندازن، چون با هم دیگه اطمینان دارن دیگه. آقا یکیشون ناتو در میاد، اطمینان ها سلب میشه. اگر یکی ناتو در اومد و ایمان و اعتماد افراد مسجدی به هم سلب نشد، درسته؟ باید امتحان بشه دیگه. چجوری باید امتحان بشه؟ این امتحان اصلی که امروز هست رشد یافته همه امتحان‌های قبلیه. ما در دفاع مقدس جزو کسانی بودیم که خدا فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. صفن که انهم بنیان مرصوص، اینها آنچنان کنار هم دیگه به هم فشرده هستن انگار بتونارمه هستن. حالا شما تصور بکنید ما در عرصه تولید بدون اینکه نظام کمونیستی باشه، با توجه به اینکه مالکیت خصوصی هم آزاده، اینجوری باشیم، خیلی رشده. این اون راز اقتصاد اسلامی، راز نجات اقتصاد ما، راز تربیت نفوس مستعد برای ظهور حضرت. ما الان در زمانی هستیم که مرز درگیریمون در اقتصاد. در اقتصاد میخواییم به کجا برسیم؟ به اقتصاد مقاومت. بعد در اقتصاد مقاومتی مهمترین رکن انصافا مردمی شدن این اقتصاد. اگر بخواد مردمی به معنای واقعی کلمه بشه، مردم باید دور هم دیگه جمع بشن، بلد بشن با هم کار اقتصادی بکنن.